despacio. Bien, tú, Pepe, bien. Ya le bien, tú. Bien, tú. Bien, tú. Bien, tú. اینا چشونه تفریح میکنن چیزی نیست. اینا که دارن همدیگر رو میده. بعد یه پلیس خبر کرد. پلیس چیه؟ پسر منه داره با رفقاش تفریح میکنه. پسر شما همونی که ما باید تربیتش بکنی؟ آره خدا کجا؟ اگه وحشی نبود شما رو میخواستم چی کار کنم؟ یالا را بیافتین مرتی یعنی رام کننده وحشی ترین ایوانات. ما که مربی باقی وحش نیستیم، حالا پیانو داریم؟ آره اونم فراهم کردم، یالا را بیافتین، را بیافتین. بله نمیدم منو بیرین به کی باید انگلیشی یاد بدم؟ آه این چه وسط یه رنگ افتی؟ بسته، گفتم بسته دیگه. نه پسر با تو این چه وضعیه؟ دعوا سر چیه؟ دعوا آره. دعوا سر این بود دعوا نمیشهردیم باب خیالش با داشتیم دعوا میکردیم با داشتیم تمرین میکردیم پدر رو مرتیده دعوا چه اشتباهی کرده بگی لیوانو قربونه به کوژه میگه لیوان بگی که رسی قربون تو آخه با تو خواهد گفتی میخوای باسته ما الان کوزه رو قورت میده آره زن میگیری خب ما هم داشتیم تمرین میکردیم دیگه من چه کار گرفتن داشتی تمرین دعوا میکردی؟ با نمیدونم گفتم شاید واسه شب عروسی لازم باشه ما تو چهار تا لپتاپ پار کنیم همین بگین که اومد خب دیگه این رفقای آشغال تو بنداز بیرون چی آشغال؟ خودت هم زود بیا با هم کار دارم یالا شما هم دنبال من را بیافتین زود باشی بیای آره چیکار کنیم عباس بریم په کارتون تمرین کارت بازی باشه واسه فردا مانکیشو خانوما مقدمن آقا بابا ببی برمی مرسی اوخ جون چه برشی ناجی کن خب همه چیز حاضره؟ چه خبر آقا؟ اینا کجا بذارم؟ بذار این بالا ببینم یلا چیه بابا؟ خب آقا چی کار باید بکنی؟ یه دقیقه صبر کن بیشینین بابا بیشینین میشینین چشم خب حالا باید چی کار بکنیم میگم که سلام علیکم با اینا که عوض چی آوردیشو اینجا واسه این که تو رو تربیت کنن چی؟ منو تربیت کنن با جده میگی من تموم شده آره پسر نمیدونی زبونم مو در بود تا پدر دختره رو پختم میگه دوماد با آداب و معاشرت بدونه تحصیل کرده باشه اهل ذوق باشه فهمیدی اهل ذوق باشه چه مرد وحشی نازی هست کردم تا کس میگه دوماد باز دانس نوک پنجه بیا دانس نوک پنجه دیگه چیه؟ دانس نوک پنجه دیگه ناکس با اصلا چطور یه قلم داره زنگ گرفتن خید بکشیم ها؟ چی گفتی؟ یعنی خید دیگه یا جزدار آجاق به پس کلات رفته پسر میگن که شانس فقط یه دفعه در خونه آدمو میزنه دختر حاتمه حاتم؟ کدوم از بانکا 2,000,000 تومان پول نقد داره تو شهر 10 تا امارت 20 طبق داره آقا کاملا درسته 15 تا هم سینما داره قربونی برم فقط همین دختر رو داره معذرت میخوام پسر نداره نه خب اینو زودتر میگفتی با عجب کلکیه بینم پس به جای اینکه ما خاطر خواهی دختره بشی تو عاشق پدره شدی جونه با میزونه خب مسئله چی هستی؟ درست گفتی چرا معطلی؟ زود باشین میتونین طوری بسازینش که جایی خرس کاله بشه من حاضرم توجه کنید پاهاتونو جفت کنید آقا جونم این چه طرز حرف زد فهمیدم چی میخوای بگی فهمیدم گفتم بسازینش ببینم چه حالت میشه قربان بازم که وایسادین یالا
ولا قوت الا بلا. حالا شدی داماده؟ ای خدا دل من دیگه طاقت نداره، نگاهت غمم بیش از هزاره، خواهد که مرا در هجله بره آن کس که از او بیزارم. من خست دلست عشق دگرم، اون از چه کند آزارم. من جدا از یارم عشق غم میبارم، ای خدا بیزارم زین عروسی. بیقرارم امشب با که گویم یارب، ناله بر دل دارم. ای خدا دل من دیگه طاقت نداره، مست یک نگاهم غمم بیش از داره، خواهد که مرا در هجله بره آن کس که از او بیزاره. درست، کاملا درست، همینطور. گوش کنید آقا، در مورد اون یک میلیون تومان من حرفی ندارم، بهش بدید. ولی اگه قرار بشه بقیه این پول رو تا میزان 5 میلیون تومان به صورت وام بگیره، برای من عملی نیست. به هر صورت به من خبر بدید، من کار دارم. متشکرم. آقایون؟ او آقای گورخان. چه حواسی دارم من. گوش کنید آقایون، در واقع من به این دلیل وصلت با شما را پذیرفتم که متشکرم جان. در مورد ازدواج با دخترم دو نظر خاص داشتم و این هر دو نظر با این وصلت تامین میشه. البته چاکر اجازه بدید آقا. دادم. یکی این که میخواستم داماد از خانواده که بسیار ثروتمند باشه، که من بتونم یقین کنم خدایی نکرده به خاطر ثروت من نمیخواد با دخترم ازدواج کنه. باز درش اینو باش، من که یه پاپاسیم نه آخه. خاک بر سرت خیزه. بله پسر جان، یه پاپاسی چیه؟ ما به یه غاز این پولام احتیاج نداریم. البته چاکه. اجازه بدید آقا. دادم. خب از این لحاظ که به من ثابت کردید دینجا. ماشالله هزار ماشالله، پولتون از پارو بالا میره. نه نه خب حرفی نیست، اما نظر دومم اینه که من برای دخترم خونه در واقع آقا بالا سر نمیخوام، بلکه یک غلام حلقه به گوش میخوام. داریم داریم، غلام کنیز نوکر کلفت پیش خدمت حاضر باشی با خون آشپز همه چی داریم. البته چاکر. اجازه بدید آقا. دادم. یوا شراره، یالا شروع کن ببین. یالا دیگه آخه چیکار کنم؟ بابا جون چنگ بزن، خودتو بزن بی قش. بعد ناف و چنگ بزنی، دندوناتم باید کلید بشه. فهمیدی؟ اینطوری؟ آره آره. خب دیگه گفتم دندوناتم باید کلید بکنی. یه خودم از خودت سر صدا در بیار دیگه. آها باری کلا، خوبه خوبه. من میرم عمو جونمو بیارم. همچی که رسیدیم پشت در سرفه میکنم، فهمیدی؟ تو هم باید همون موقع شروع کنی. خیلی خوب. انشالله که این وصلت برای هر دو خانواده مبارکه. خب قربان، چه وقتی رو برای این امر خیر تعیین میفرمایین؟ البته هر چه زودتر بهتر. فکر میکنم که عمو جان. چیه دخترم؟ چی شده؟ عمو جان. چیه؟ چی؟ جون شما. ببخشید، خیلی عجیبه، معذرت میخوام. حالا سابقه نداشته. کچل کچل کلوچه. بله سنجی کچلی میده. آقای بابا صدای نفت تا پسر یه احمق خطرت نمکشی.
پونه دخترم، پونه جان، پونه باشو عزیزم، باشو یواش یواشتر بلند شما. پونه خواهش میکنم، پونه جان، پونه جان، دختر عزیزم، چی شدی؟ پونه جان، چی شدی؟ چیز عجیبیه، آخه چرا؟ چرا باید اینطور بشه؟ حالا خوب شد اینا نفهمیدن و الا یه عروس قشی. نه خیر، حتما عروسی رو به هم میزدن. چطوره بفرستیم دنبال یه دکتر؟ نه امون جانی، همه شباش دیگه حالش جا میاد، خوب میشه. بسته دیگه. من کجا هستم؟ اینجا کجاست؟ تو تو اتاق خودت هستی پونه جون، یه خورده بخواب حالت خوب میشه. امون جان اگه یه خورده بخواب و استراحت کنه حالش خوب میشه دیگه، هیچ خطری نداره. الحمدلله. اما چرا باید اینطور شده باشه؟ هر چی فکر میکنم سردر رو میارم. نکیو فهمید برای شوهر در نظر گرفتین و امشب هم میان وقت معلوم میکنن طفلی قش کرد. از خوشحالی برعکس امو جان، آخه طفلک پونه یه پسر دیگر رو دوست داره. یه پسر دیگر رو دوست داره؟ من راستشو بهتون گفتم امو جان، بس اینکه منم باور نمیکردم اون آقا رو اینقدر دوست داشته باشه. کیه این مردی که پونه رو دوست داره؟ یه مهندسه، خیلی هم متمول. ها؟ پس کجاست؟ چطور من تا حالا ندیدمش؟ آخه اینجا نیست امو جان، اروپاست. پونه میخواست وقتی تحصیل شد تموم کرد و دکتر شد، اون وقت به شما معرفیش کنه. دکتر؟ ها، پس مهندس شما حالا دکتر از آب در اومد. دکتر مهندس دیگه امو جان. مثل این که نفسش هم داره مرتب میشه. خب کی برمیگرده این آقای دکتر مهندس؟ تقریبا یه هفته، ده روز دیگه. یک هفته، ده روز دیگه. امروز اول اسفنده، درست روز دهم اسفند اینجاست، بله؟ اون که بله، حتما. بسیار خوب، درست گوش کن شراره. پونه باید تلگرافی بهش مخابره کنه که هرچه زودتر خودشو برسونه اینجا. یعنی اگر تا ده روز دیگه این آقای دکتر مهندس اینجا نباشه، پونه طبق دستور من با عباس گورخان، یعنی این کسی رو که من در نظر گرفتم، عروسی میکنه. شنیدی؟ بله عمو جان، شنیدم. درست روز دهم. بله. چرا این کارو کردی شراره؟ حالا چی کار کنم؟ تو که اخلاق بابا رو میدونی. چیز مهمی نبود. حقیقتش دخترم پونه در دانشکده‌ای که تحصیل می‌کرده به جوونی که در حال حاضر در اروپاست قول ازدواج داده. تم چی شد؟ که البته من اطلاعی نداشتم. جوونک به دستور من تا ده روز دیگه بر می‌کرده. خب ما عجله‌ای نداریم، ده روز صبر می‌کنیم تا این جوون برگرده و ببینیم کیه و چی. در این مدت شما به آقازاده بگو خودی نشون بده. بله مشغولیم، مشغولیم قربان. بسیار خوب، بسیار خوب. در واقع این کار حکم یک مسابقه رو پیدا میکنه تا ببینیم کدوم یک از آقایون برنده بشه، درسته؟ خب پس وعده ما ده روز دیگه، یعنی روز دهم اسفند. البته من نظرم به عباس پسر شماست، تا ببینیم قسمت چی پیش میاره. خب تا ده روز دیگه به امید دیدار خدا. بیا حافظ شما چند نشه. خدا حافظ. شنیدی پسر؟ باز مسابقه من چه بهت گفتم؟ باز یه خورده بیشتر کارت بازی کنم تا ساخته بشم. ده روز تموم وقت داریم مگه نه؟ خب که چی؟ بالاخره تو شهر به این بزرگی شوهر باب دلتو نمیتونیم گیر بیاریم و به عمو جون معرفیش کنیم. وقت نباید از دست داد. از فردا صبح اول وقت را میفتیم. داشته باش.
بابا چه سخته باید کردم زنه با تو را چه به ویسکی سوار شدن باید اولاف سوار شید شرارو نگاه کن چیه؟ گیر کرده فرار کنیم که جای موندن نیست اگه ما رو ببینه مثل کنه به امون میچسبه خیلی خوب با من که سردر نمیارم منم همینطور خدا جونم چی کار کنیم حالا او نگه دار اینم که رفت او یه باری داره میاد این نگه داری داره باری خیلی با معرفت داره نگه دار آقا نگه دار سلام آقا ببخشینا سلام سلام علیکم بفرمی ای آقا تو رو خدا ماشین ما خراب شده نمیتونیم درستش کنیم اگه میشه یه نگاش بکنم خیلی ببخشید خانم ما کار داریم نمیتونیم معطل بشیم اما یه ذره بالاتر اون دکون آق جلال میکنی که ها سر پنج دقیقه میزونش میکنی خیلی ببخشید مرسی آقا قربونش خیلی ممنون خب چی؟ جلال میکنی؟ من عاشق کارم من آرزو دارم کار و کوشش میجویم هر که خواهد میگویم من مهر هستی آموز ای امروز ای شمع شادی افروز ای فردا رویای شیرین ما کار و کوشش مطلوبم خود که سنگین میکوبم تا هستم کوه غم را بشکستم من برافو خیلی خوب بود عالی ببخشین آقا جلال مکانیک شمایی قربون شما بله فرمایش داشتین ماشین ما این نزدیکی ها خراب شده هر کاریش میکنیم درست نمیشه گفتن شما میتونین درستش کنی آخه ما خواهش میکنم خیلی خوب عیب نداره بریم ببینیم چشه احمد دو قول جون داره رو برده بریم حالا حتما باید بریم درستش کنیم درسته کارم من آرزو دارم کار و کوشش میجویم میگویم من ای امروز ای شمع شادی افروز ای فردا رویای شیرین ما کار و کوشش مطلوبم خود که سنگین میکوبم تا هستم کوه غم را بشکستم من خب حالا چیکارش کنیم یا آهنگر که میکنی کی سرش نمیشه بالاخره باید درستش کنیم درسته آره درسته از اینه چشم آب نمیخوره بالاخره بیشتر از ما میفهمن آیا ما بفرمایین درست شد خیلی متشکریم خواهش میکنم بفرمایین برسونیم چه چیز میخواد برسونیم برو جواب شیم بودو بینیم خیلی متشکریم منم ممنونم خوش اومدی بفرمایین هر چقدر میخواییم برداریم قابلی نداره خانم نه نمیشه خواهش میکنم برداری اگه شما نبودی معلوم نبود ما چه جوری باید میرفتیم شهر اونی که اون بالا هاست همیشه با آدم قربونش برم قلبتو پاک کن هیچ جنه مونی خواهر
ما هم کاری نکردیم که، یه سیمش افتاده بود گوشیم سر جاش. بریم به امید خدا. متشکرم. خدا خدا فرمم با اوجه ببنه اونو بومم. آهای اوستا چیه؟ چطور قد داد میزنی اومدم؟ بیا بیا ببین چرا خاموش میکنه، بیا نگاش کن. بپا چون نمینم تو که بلد نیستی. چی؟ دستم شوخ، درسته؟ آره درسته. خب خنگ خود معلومه دیگه، آب نداره، درسته؟ آره درسته. آب دبه بیا بگی برست دوش. بعد میکنی باشیش آب نداری نمیکنی. نشون خواه رکم بیا بینم. خیلی خوب زود باش، از صبح تا لش نکردیم. راستی بینم چهار سه میشه چند؟ خب معلومه دیگه میشه هم. پن نگاه کن که رم تو چاله بیمازه. بیا با بریم، اینم کاسبی امروزمون، دل خور نشو. کار آی هفت هفه هج 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 منم هج کردم این من هفه هفه باری کلا دلنگ دلنگ اینشون بکنی این بیار بالا دیم بیاره اینجا رو کسی گشته هر گوشه یه چشمش غم دل دریایی گشته هر گوشه یه چشمش غم دل دریایی ای حبیب من ای عزیز من عشق نمیگه نکنش نمیگه به تو امیری کف کردم ناز ناز خستناتی چه؟ پسر من واسه تو معلم گرفتم یا مطرب، همینجوری که نمیشه دخترها تمام بگیری. با تو نمیرید دلش خیلی مشتیه. بعد عشقمونو برسیم یکی از اون بچه این حاتم ناکس نگفت که دومادش با ست جوانهای با معرفت دار بشه. شیطون میکه لا 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 یکی لست بیدینه. بله خب تو چه؟ کلکی دیرو یارته آبا تو هم احمد آقا دیگم که دیرو تو پارک اون دوت کلفتا رو دیدی چه اقایی بودن. حالا حکایت اینه، دو دقیقه اومده اینچه نمیتونه سالم بشینه، همش اون اقای کلکیه. چیزی میل نداری؟ چرا؟ یه بیسکی. آقا جلال از خودمونه، اینا تیر بخور نیستن، پشت برو سر میز دیگه. آقا جلال سفارشتونو کردم. بله کردیم. ببخشید من بخشیدم بیشیم بابا، من یه نشنیدی در گوش اتفار شما رو کرد. من رفت ببینم چی شد. کجا؟ ببین آخه تو من کجاها میاری؟ بیا بریم، آخرش یه کاری دست خودمون میدیم. بیا بیا، هیچی نمیشه بی خود نفوس و بد نظر، خود تو محکم و مردونه بگیر بریم تو. اوه مواظب باش، گارسونه داره میاد طرف ما. خود تو بزن با اونا بریم تو. ها باسم بینا خوش اومدین، ناز قدمتون، بفرمایید تو. چرا باز شدی؟ قربونه شما، یه میز تمیز عشقی به ما بده بینم داشتم. ناز کل هرچی سرگرسونه. خواهش میکنم خجالتمون ندین دیگه، بفرمایید. همین بغل یه میز تکی واسه تون دارم. آره دیدید دید طرف تا داخت. بفرمایید بفرمایید. بله مال شماست دیگه. خب چی نوشی جون میکنی؟ من بقیده تو یه دوغ بخوریم چطوره؟ عشقا داشت یه دوغ آولی کارشو بکن. چه؟ دوغ آولی؟ آخه بعد خمار عرب زهر بشکنیم.
خواب یه پنجشیری کیش میشم بیا. یه پنجشیری کیش میش همین؟ نه پا آشپزخونه رو بار کن بیا. آشپزخونه رو بردن؟ آره. واخ 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 امشب سر کار ما با چه لاتاییه. آخه از اینجا وحشتناکتر سراغ نداشتی؟ خب اگه بو ببرن که ما مرد نیستیم اون وقت بوده جون نترس خیالت راحت باشه اگه اینجور گوز نکنی و طولاک خودت فروناری اصلا کسی چه میفهمه تو کی هستی؟ تو رو خدا دوام معوار راننده برو با تو چی میگی؟ این چی گفتم غذای مزه چیزی میزی بینیم شاتو بریان خوب میتونی بر ما بیاری؟ دادا شوخیت گرفته شطور بریون ما که نداریم هیچی تموم این کافه های این اطراف هم شطور بریون ندارن اما تو کافه های طرف شطور خون ممکن ندارن خب پس پاشه وردار بیار بینام تمیز که از ها؟ خیلی تمیزه بله تو نمیری به این برکت ماشالله خان کافچی رو با دستای خودم کفن کردم گوسفنداش تا زنده بودن پا برنه را نرفتن خلاصه جون هرچی جوان مرده ظرف خوراکی که واسه ما میاری همچی خیلی تمیز باشه آره نکره تا هم آخه میخواییم تازه مشتری بشیم بیا اینام حق زحمتت برو بینام چیکار میکنی چاکرتونم هستم قربون گیرم میمیرم مگه دیوونه شدی؟ بخور بابا هیچ طوری نمیشی بگی بخور به سلامتی بخور به سلامتی تنه را از سر میز ما حرکت بده حواست کجاست مثل اینجا غیرم ایره یخدو به هکرم نازی گنده به کی چشمک میزنی؟ داشتم به خودت بیشی آدم داره بله بهش میگم بگی اینم دو صاحب کن میرم شوخی شوخی داره جندی میشه نفهمیدم بله بله خب رفیق این سلام علیکم آقا جاله والا با ما به شما اشاره میکردیم وقت شم گردت خیال بعد در حق ما میکنه مگه ما رو نمیشناسی راستش قیافه که خیلی آشناست اما نه درست یادم نمیاد ما ده دفعه بیشتر ما معرفی شده دوتا استکان زیادی رفتی بالا آقا جاله
نوکسا روشون مثل سنگ پای قدویته. نه بابا، به ما اشاره میکردن. بالاخره میشناسنمون که اسممونه میدونن. بگو بیشی ایشالله که ناراحتی چیزی از ما به دل نگرفته باشی احمد آقا. کر چون به مولا نه جون شما، فقط چونم رو جا به جا کردی. به سلامتی احمد آقا که از ما دلخور نباشه. نوشه جون، گوش بشه بره به تنتون. قربونه تو شرار جون، نخور دیگه مست میکنم. نفهمیدم رفیق ما اسم شراره. نداشم، ما یه رفیق داریم که اسم شرار است. هر وقت میام یه استکان عرق بخوریم میگه جونی شراره نخور دیگه مست میکنم. نه که چه خوب شده این زنو نمی در میاره. درست درسته. یه باره دیگه احمد دو خوش بگذاره. یه باره دیگه جونی شراره نخور دیگه مست میکنم. مردم بابا. ای وای نا مثل این که پیستل زنه. خب میگم بچه چطوره بریم بیرون یه هوایی بخوریم و بعدش هم بریم یه کافه. آره نه با وقت دیگه بریم خونه. با سایه یست شدی پاس. آره بریم بابا. خوردن دل تا به
برم جلال جون من. چه تعمدی دوغل، خیلی شنگلی. گوش کنیم بچه ها، یه پلان خیلی خوب. اول میریم همون یه خزینه آب گرم و یه مشتوبان مشتی میریم، بعدش هم میریم یه رز کله با چه میزنیم. نه نمیشه. چرا؟ ما نمیتونیم بیایم. آخه شما نمیتونیم با جون حسن شیرشیر عشق این بیکر نمیشه. آره با رفتیم که رفتیم. بزن بریم بزن تو یک نظر نپوششی مرا به تا
زن مزیوری مرا ببر چه به من میگویی تو که میدانی که ندارم چون تو سر و سامانی که ندارم چون تو سر و سامانی.
خوابم برده بود. تو هنوز نخوابیدی؟ حالا دیگه میرم بخوابم. شراره ها، فردا میری پیش جلال؟ گفتم که میرم. متشکرم. میدونی شراره، من اونو خیلی دوستش. آره. پس دیگه بی برو برگرد قبول میکنه. اگه بفهمه امکان نداره توی همچین موقعیتی به کمک تو نیاد، قول میدم جلال قبول کنه. جان به تو مربوط نیست، من با آقای حاتم کار دارم. تازه با این دک و پوزت منم که بذارم بری تو، سر پیش خدمت دومتو میگیره میندازتت بیرون. به تو نگفتم تاله منو ببین، گفتم به اربابت خبر بده که یکی اومده میخواد راجع به یه موضوع خیلی مهمی با صحبت کنه. خلاصه ما اونی که میدونستیم بهت گفتیم برده. حالا که حرف حالیت نمیشه هم یه علاوته. آدمم اینقدر پرچونه. خانم خانوما. بله. یه نفر هست میگه میخواد راجع به موضوع مهمی با آقای جناب صحبت کنه. اسمش چی؟ داداش اسمت هم نمیخوای بگی؟ اگه اسم ما حلال مشکلاته بگو فرخ نوزر. میگه اسمش فرخ نوزره. حق داره. اگه این گرفت و گیریا نباشه، روزی 100 نفر بلکه 200 نفر میان اینجا به هوای اینکه یه چیز مهمی رو بردرسونن، میرن تو و یخه بند خدا رو میچسبن که بده. بده به راه خدا. اینه که ما رو اینجا گذاشتن تا نفهمیم کیه و چیه، کسی رو راه نمی. غلط نکنم تو هم همین خیال داری؟ بله. این آقا عرض کردم فرخ نوزر عالی جناب. احمقا چطور جرأت کردین دم در نگهش دارین؟ زود با احترام کامل راه نمایش کنین. از قول منم معذرت بخواین. چشم عالی جناب. همی هسته. فیزولا خان میبینی لابد خانم خانوما هنوز نتونسته اسم تو برد برسونه. بری در، اگه فقط خیالت اینه که عالی جناب رو تیغ بزنی پیش از این که ما رو از نون خوردن بندازی، این دو چوغ رو بگیر شاخ و باید کش کن. برو کنار بینم. پس کش جناب آقای فرخ نوزر. خب ایشونم ایشون چیه؟ من جناب آقای فرخ نوزر رو میگم. عالی جناب فرمودم بیام خدمتشون با عزت و احترام راه نمایشون کنم تو و از طرف ایشون یک دنیا معذرت بخوام. اینه دیگه ایشونن. قربان امر فرمایید. قربان احمق فرخ نوزر من رو بکر. بله قربان. یه انزباتا وای چه خاکی به سرم شد. فرخ نوزر. بسیار خوب بهشون عرض کردم. ببخشین. سلام علیکم جناب علی. بنده رو میفرمایید؟ بله. مخلص شما فرخ نوزر. خواهش میکنم بفرمایید. جناب حاتم منتظر شما. بفرمایید. خوش آمدید فرخ نوزر داماد عزیزم. در واقع نباید تصور کنی بار اولیست که من تو رو میبینم، چون که شراره و پونه دوتایشون اونقدر از عذرهای من گفتن که انگار سالهای سال از آشنای ما میگذره. باید این حسن انتخاب و به پونه تبریک بگم، چون منم سعادت دخترم رو آرزو میکنم. از قدیم گفتن که صورت آینه سیرته. بیا جلو داماد عزیزم، بیا چرا بگذار به عنوان تبریک نامزدی تو پونه پیشانی درخشان تو ببوسم. بیا چرا پسرم. یا علی. چی؟ تو؟ چرا خوش که دونزده جناب. آه لباس من ناراحتون کرده نه؟ ولی اقلیم گفتن که صورت آینه سیرته نه لباس. با وجود این حق باشون. فرخ نوزر اشتباه نکر اینجا. چی به شما گفت بیان اینجا؟ چی میخواییم؟ آلی جناب اول چه خیالی کرده بودین که امرو فرخ نوزر رو با احترام و ادب آوردین تو؟ اما حالا خلافش ثابت شده. این هیکل همون خواستگار دختر شما پونه است. صحیح، ولی شما که عرض کردم آلی جناب، این جانب
فرخ نوزر علاقمند و خواستگار دختر شما پونه است. با اجازه. دیوانه بی سر و پای کتاب. احمقا همینطور ایستادی منو نگاه میکنی؟ یلا عجله کنید. بندازینش بیرون از اینجا. بله قربان. دستتون رو بکشین. خیلی خوب صبر کنین. از بی سر و پای جدایی که به من خطاب کردین همچی معلوم میشه که لباسای من عالی جناب به اشتباه انداختم. من حتی فکر میکنم سرمایه‌ای که به کار انداختم خیلی بزرگتر از سرمایه عالی جناب حاتم تایی باشه. بچا شماها برید. اعتقاد قربان. عجیبه. هرچه فکر میکنم یعنی منظورم اینه که هیچ چنین منظور عالی جناب از این به اصطلاح لباس پیف بومیده نه؟ بله بله بومیده. راستش من این لباس ها رو مخصوصا برای اون پوشیدم که ببینم عالی جناب نسبت به شخصیت داماد آیندهشون چه نظری دارن و اگر تصدیق میفرمایین که هر گدایی بی سر و پایی هم میتونه یه دست لباس غلط انداز دست کم برای یک دو ساعت هم که شده کریه کنه. چنان مرا به اشتباه انداختین که واقعا تصور کردم گدای بی سر و پایی به خودش این اجازه رو داده که بیاد اینجا و از پونه دختر من خواستگاری کنه. البته منظور عالی جناب و گدای بی سر و پا و حرفا آدمایی که کار میکنن و از دسترنج خودشون نون شرافتمندونه میخورن. داری شوخی میکنی داماد عزیزم؟ در هر حال عالی جناب من و پونه هم دیگر رو دوست داریم. البته ورسون رسیده که تا چند روز پیش نمیدونستم که پونه دختر شماست. مقصد موقعی خود شما معرفی کرد که فهمید من کوچکترین نظری به ثروت شما ندارم. البته البته پونه ترسیده اگه بگه دختر منه کمی ثروت من در مقابل ثروت شما باعث نومیدی بشه. در این صورت خودشو دختر فقیر و بیچیزی معرفی کرده. تبریک میگم هم به تو هم به اون و هم به خودم. برعکس آلی جرام این که پونه ترسیده بوده مبادا من نوبید بشم برای خاطر اون نبود که ثروت من بیشتر از شماست، بلکه فکر کرده بود چون من جوونی هستم که واقعا با کار و اتکای بازوام چرخ زندگیمو میگردونم از ازدواج با اون که دختر حاتم معروفه مایوس بشم و در نتیجه اونو ترکی پدرتو میسوزونم. آروم باشین عالی جناب. آتیشت میزنم. سخت نگیرین عالی جناب. داغونت میکنم. آب خونک میل کنین جناب عالی جناب. بله بله نمیخوام. به دارت میزنم. شق شقت میکنم. نه نجیب بیا اینجا ببینم پونه. دماغ تو میبرم، نفس تو بند میارم. جانم چه حلال زاده. بهتره نظر ایشونم بپرسی. ببینید راضیان منو دار بزنین، شقم کنین، اسکلتم آتیش بزنین، گوش و دماغم رو ببرین، نفسم رو بند بیارین یا نه؟ دختره یه پس فطرت، اینه اون اوباشی که برای همسری خودت انتخاب کردی؟ او نه شنیدی اوباش رزل لافتن؟ اگه جواب پونه غیر از نگفتن چیز دیگه بود جفتتونو میکشتم. یا لگورتو گم کن. میلیونر زاده ی هوسباز دروغگو، این بود دل جراتت؟ پس این دکتر مهندس نوزر که میگفتی همین لات بی سر و پا بود؟ زبون باز بی قباحت؟ نه خدای من نه. نه عمو جان، یه شوهراری که فردا بیان. من که دیروز خدمتتون عرض کردم بونه جون بلند شو بریم، مگه نمیخوای برای فردا لباس تو بگیری؟ ده بلند شو، تو گندش در نیومده دیگه. خلاصه من که از کارهای شما هیچ سر در نمیارم. اگه تا فردا این دکتر مهندس نوزر پیداش نشه من کار یک سره میکنم. والا من خبر ندارم اصلا کی بهش گفت اینجوری بیاد اینجا. من نمیدونم نمیدونم دیگه، همه چی تموم شد. خیلی خوب فکرشم نکن، همه چی درست میشه. تو باید بری پیش جلال و قضیه رو روشن کنی. خب منم میرم یه جا سر میزنم و برمیگردم. برو جلو، برو موفق باشی. خداحافظ. ندیده بگیری. البته شرطی که پاپا جون بو نبره. واسه اینکه وقتی فهمید و پرسید این بی سر و پا رو دوست داره یا نه، اون وقت جوابش سر تکون دادن و نه نه. خوب میدونی که این حرف من جواب سوال پدرم نبود. منظورم این بود که تو نباید با اون وضع میومدی، کار منو خرابتر میکردی. خیلی خوب، حالا دیگه فهمیدی پدرت راضی نیست تو زن من بشی. خودت هم که جربوزشو نداری از حقت دفاع کنی، پس دیگه چی میگی؟ دیگه چی میگی؟ پس فقط من تو رو دوست داشتم. نه خیر،
برعکس من بودم که ثابت کردم تو رو دوست دارم و راست و حسینی اومدم پیش پدرت خواستگاری. اما تو ترسو گوشی پدرت خیال کنه من تو رو واسه پولت میخوام، اون وقت با اون خفت بیرون بابا کنه. برین تو خونه اختلاط کنین، همه خلق خدا دارن نگاهتو میکنین. عجب کایتیه. چیکار میتونستم بکنم جلال؟ چیکار میتونستم بکنم؟ چیکار میتونستی بکنی؟ میتونستی رک و پوشکنده مثل یه مرد حقیقتو بهش بگی؟ ترسیدی از ارث محرومت کنه یا اینکه من میومدم اونجا پیشکار بابا جونت میشدم؟ نه نوچو ول نمیکنی. مگه این فکر رو کردی؟ پس بذار یک کلام سلام. سلام خود. سلام دختر. بفرمایید عجیبه. بفرمایید خوش خونه. بفرمایید بنشینید. بیشه رو چادوشم. منو میبخشین که نمیتونم از جام پاشم. آخه پاهام علیل خانه. رباب خانم والده آق جلاله. میدونی رباب خانم یه جعفم و دوتا دخترهای شیطونی که واسه تو تعریف کردم. اسمش پونه است، دختر آدم معلوم. به خونه فقیرونه ما خوش اومدین خانم. راستش دیگه تعارف نداره دخترم، همه چی درست میشه. اشکاتو پاک کن مادر. آخه حال حکایت شما رو واسه رباب خانم گفتم، اما نمیدونم چرا آقا جلال یه خود اون رایی فکر میکنه. درسته؟ ببرم. متشکرم. شیرینش کرده. ولی باور کنین کلکی تو کار من نیست. من واقعا جلال رو دوست دارم. شما پدرم و... پدرت چی؟ پدرت از داشتن دامادی مثل من که چشم مال اون نداره و با بازوهای خودش زندگی میکنه آرش میاد. دیروز زبون نشی همین حرفا رو بهش بزنی؟ بدبختی شما اینه که هم خدا رو میخواین هم خورما رو. دلتون میخواد کسی رو که دوستش دارین آدم کاری و شرافتمندی باشه اما کارگر نباشه، خوب برقصه اما رقاص نباشه، مثل ریچ پول خرج کنه اما دوست نباشه. جلال بذار حرفم رو بزنم مادر. خلاصه خیلی دلتون میخواد همه مردم به ساز شماها برقصن، اما تا کی؟ تا کی؟ خانم تو رو خدا به دختری که بهتون پناه آورده رحم کنین. بیاین هرچی بخواین میدم. شماها با شرفترین آدمایی هستین که تو عمرم شناختم. به خدا این عشقا دروغ نیست. هرچی میخواین بردارید. جمعش کن این پولا رو ببر واسه حاتم و دوستاش خرج کن. دیگه همه دنیا فهمیدن شما پولدارا چه مردمون عوضی هستی. همه دنیا فهمیدن که شماها رو غیر کلک سوار کردن و خندیدن بریشه دیگرون هیچی راضی نمیکنه. دیگه چی میخواین از جون ما؟ چرا نمیذارین یه لقمه نون که با هزارون جون کندن به دست میاریم راحت از گلمون پایین بره؟ جلال قبول کن گناه داره. اگه قبول نکنی خودم قبول میکنم. و ولی گریه نکنیم منم گریه هم میگیره. جلال بی بریم مشتری را بندازیم. خدا ما را از شر این جماعت پولدار حفظ کن. ماشینا آتمه با تو خیال میکنی تو دنیا فقط یه شولت هست اونم مال حاتمه؟ سشت و سیشت شولت هم بیشتر هست تو این مملکت. با این خنگیت خیلی داری. آره بچه رش که جواب نمیده بسن بینه. در من نهیدی چطور پول در آورد و گفت هرچی میخوای بدم. نهیدی وقتی از خواهش و تمنا بارش بار نشد پولشو به راخ ما کشید. بازم میگی به این جماعت کمک کن؟ ننه جون همه رو نباید با یه چوب رو. تو هر جماعتی خوب و بد پیدا میشه. مگه نه اینکه پدر پولدار دختره میخواد با دخترش تجارت بکنه؟ پس چرا به کمکش نمیری مادر؟ اون به تو احتیاج داره پسرم. حالا بیا و درستش کن. در بزنگا پنچر کرد. ای مکانیک نجس، مگه تو پنجره من نیافتی؟ جلو اون ماشین رو بگیر. حالا بگیر. وایسا. نگران باش. دیگه نمیتونم، دیگه نمیخوام این وضع ادامه پیدا کنه. چقدر دروغ آخه، چقدر دروغ. پونه جون برو لباس تو عوض کن و زیادم سخت نگیر، اون الان میاد. کی؟ یه نفره که میخوام جای نامزد تو معرفیش کنم. تفلک بیچونه چرا قبول کرد؟ اون کی؟ یه جوون ول. ای کارام یانم میرود در بانی بی همتا در یایی بی انتها.
خانه زیبای حاتم، اون مرد مشهور به جود و سخا و کرم اینجا هم؟ بله بلا. بله بلا. خانه زیبای حاتم، آن مرد من و سخا و کرم. پس محمل بداره ای ساربان، این که من به کوی دلبر و دلداره ها رسیدم. این یارو عوضیه چیه؟ عوضی چی؟ ای خوش باشه، کلی شانس آوردی با ای ساربان. ببینم یاروه، نکنه تو خود اون دکتر مهندسی که باست از اروپا بیا. اجزه من ماشینم پارک کنم. محمل آری، من همون عاشق پاش بازم که سر به خاک پای معشوق میاندم. آه، هم ملاقات کلی خوشبختی بودایی. احلم و سخنم مرقبا. آخه شلواری که آریه کرده بودم چرا جردادی بی انصاف؟ دوبل شلوارو من حالا چی کارش کنم؟ هر دو پدره تا جونتون نگرفتم مثل مردان گردن کلوف. یکی از پاهامو رها کنید تا پیاده شوم. بزنی نهی بزنی آدرس خونه رو بهش بده دوماد پریشون رو. ساعت 8 شبه، پس چرا نایمدی؟ ایوا پونه جون، من که بهت دروغ نمیگم، خودش گفت میام. پس شاید اتفاقی براش افتاده. نمیدونم، ممکنه. نگاه کن قدی تو برم خشگله. کلوتو کلوتو مردشو سرفراز فرمود. عجب، از جناب آقای دکتر مهندس نوذر تشریف نیاوردن. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. ایشون از فرودگاه به منزل خودشون رفتن که لباس عوض کنن. با بریم یه سلامی به کنه خانم بکنم. آه بله بفرمایید، خواهش میکنم. قربونه شما. داریم یه دینجا. سلام علیکم پونه خانم. راستی این یارو دکتر مهندس هنوز یه چکردمون نخورده، جای مهندس شاعر عطاب در. چی گفتی؟ ناراحت نشی، جاش راحته. امشب مهمون ماست، فردا به امون خدا. ده ناکس مارم شاعر کرد. پونه چیکار میخوای بکنی؟ میخوام حقیقتو به پدرم بگم. دیگه منتظر چی هستیم؟ چه امیدی داری؟ بسیار خوب، بسیار خوب، ولی تا بتونین سعی کنین. شما برید سر کارتون. چیه دخترم؟ پدر باید حقیقتی رو بهتون بگم. چیه دخترم؟ اون حقیقت چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ میدونی من تو زندگی فقط شما رو دارم، پدری که برای من همه چیز و همه کسه. خیلی خوب دخترم، حرفتو بزن، من که غریبه نیستم. آره پدر، موضوعی که باید بگم اینه که دکتر مهندس نوذر دارم. آقای دکتر مهندس نوذر داشت. نفهمیدم اینا چند تا مگه؟ متشکرم، چیزی که اصلا انتظارشو نداشتم. دوستت دارم جلال، با همه قلبم، با همه روحم، با همه وجودم. خیلی خوب بسته اگه بلکن خیت میدونه. یو هلو پدر دکتر مهندس جر. فرخ نوزر خوشبختم. احمد دو قل فرمودین؟ لو حزه بهم میگن احمد دو قل. اخه من شاگرد این بود، از وجودم اینجا لازم. پس داماد عزیز من تدریسم میکنم. یس یس حالا بفرمایید با آقای گورخان آشنا بشید. بفرمایید. آقای گورخر؟ هلو. مرسم قربان. گورخر. آقای گورخان با آقای دکتر مهندس نوذر نامزد دخترم آشنا بشید. مهندس؟ شما؟ حالا خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. بفرمایید آقای گورخر. هلو، یول برونه. هلو. سیدا پلیز. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. شما هم بفرمایید. آقا بفرمایید دیگه. با به خدا من این یارو رو میشناسم. اما هر چی فکر میکنم کجا دیدمش حافظه یاری نمیکنه. بی مخصوصا اون یارو گنده رو. نه لوتی غلط نکنم، اینا مثل اون یارو بزدله و چخاله. حالا میگی چیکار کنیم با؟ باز به هوای رفتن بریم بیرون تو باغ واسیم. زاخسیاشو چوب بزنیم. بریم کجا میره؟ بلنشو. خیلی سره. خب قربان، ما رو مرخص میفرمایید؟ بله بله. آقایون شما برای همیشه مرخصی. خوش آمدی آقای گورخر. خب بابا جون اجازه بدین آقای مهندس تشریف ببرن چون خیلی کار داره. آخه هنوز خستگیشون در نرفته، گذشته از اون هنوز چیزی میل نفرمودن. تشکر کرد، من باید رفت لاس وگاس پیش کرد. بله بله، باید رفت پنچری گرفت قربان. چی گفتن؟ اما منظورشون اینه که پنجره‌های زیادی برای ساختمونیشون باید بخرن. بله چند تا پنجره. بسیار خوب، بسیار خوب.
پنجره. ولی یادتون باشه که فردا شب به افتخار ورودتون جشن گرفتم. خواهش میکنم تا یه بیم چرا که نیاییم من تشریف آور نیجا حتمن میگیم از اینا برای فردا شبم نگردیم. خدا مرسی چخ تنکیو یا اخی. خب شناختشون؟ همچی اما ندرست با بفرمایید قربان کمر اسکت بسکت تنکیو. من خیلی خنگم نه؟ آره گوش کنی بچه بخوام همچی یا جفت نهش آب لمبو ازشون واسم درست کنی فهمیدی یا نه؟ انگار فهمیده. آره با اگه فارسی گفته باشه لابد فهمیدی. مگه فرنگی اومده باشه؟ یه لرا بیافتی بریم آتیش کمره. چخ زمان نیفتی آیم غری یا زنکلو نیخ چوب. آی موسیو برسون مگه که حالا آدم ندیدی که اینجوری نگه میکنی؟ نه آقا تا حالا همچین جونوری ندیدم. حالا که دیدیم برو زحمت رو کم کن. جنو این شد سبون یه دفعه. اولالا بسیار عالی میرسی چوخ زقون خیلی هم زقون. هلو یعنی چه؟ چقدر شما خشنید مستر موسیو؟ سرویس را چرا ریختی اقای جان؟ واسه اینه که این میز ببینم قاسم اینه که پیش پیشکی واسه آدم یه میز نگر میدارن بهش چی میگم؟ آها رزرو. آه رزرو. آخه این میز ما زودتر رزرو کرده بودیم. اینم شاهده. آره آها یه بات کنه که هندستی یه بات رم از اون زهره ماریات واسه همون وردار بیا. دوتا خب حالا بگو ببینم با این کارم منظور چیه؟ میخوایی دبا مبارا بندازی؟ آه که پرنسیب قاسم شنید این آقا چی گول چی گفت؟ البته نکنه ویتامین هایی تنش کم شد و حوض عجومت کرده. بسر بچه آقا چکش میخنده همه باید بخندن میفهم یا نه؟ یه بخم پوز بولی که بیمسته بخند این گاش تو این چرا مثل بلبل زردالو هنک چه کن زردالوش مرم آمد خواسته باش رفتم تو ایرونی کار شکل احسان باری خدا مرمت یاد خواهد شد ای کنبری همه دو خواهد درمونده کنم شده کنم خدا جم بچه را اینقدر دیر کردن نمیدونم با چطور یه نگاهی تو کافه بندزیم بعد نیست بریم یالا را بیا خودش بینم گی لاتایی بی پدر مادر بردشون یاد پدر Oh, hello, hello. Good morning, Durban, sir. اینا که زنده هن؟ آره با؟ بفرما اینم منفعت این لباس و این عینک و این سیبی فرشته اسپیلو چندی؟ خوشت میاد خیال میکنه من بلند نیستم بیا اکه اینا که تو رو شناختم همون یارو میکنه کرد بریم بابا بریم بریم دکتر مهندس یس 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 اینجا مهندس
زرنگ خیشون دیدم کسی با ما دوشه زرنگ مردم بیگانه سوی غرب به پیپا اینکو سیگار برگو رقص را کند رو به همراه چخان و حقه بسیار خوب کردم من موندم تو پیسی جونمتون How are you doing Tell me چطوره آی خوشگلام I love you doing حالا چطوره قربون شما اجازه بدید بله حسار محترم حالا داماد شریف و محترم خودمو قطری بهتر به شما معرفی میکنم این مرد که مهندس و استاد در نقشه کشی و شارلاتانی و دکتر در حق بازی و نیرنگه یک کاری نیست اون میخواست با حق بازی و کلک دختر معصوم من و ثروت و اموال منو صاحب بشه خوشبختانه مسائی و کوشش آقای گورخان پدر داماد آینده من سبب شد که چهره اصلی این دزد دغل از زیر نقاب دکتر مهندس نوذر بیرون بیفته خب بگید ببینم آقای جلال مکانیک چه دفاعی دارید بکنید صبر کنی عجله کار شیطونه من میگم دوز از دیوار بالا میره درسته؟ درسته اما میخوام ببینم اگه یکی تو خونه دربسته احتیاج به کمک داشته باشه شما هم واسه نجاتش از دیوار بالا برین بهتون دوز میشه گفت بس کنی حق بازی ها رو دوست کسیف دوز اون کسیه که میخواد با قلب بیگناه یه دختر معصوم تجارت کنه نه من اگه خودم رو پشت این نقاب قایم کردم فقط واس خاطر نجات دختر بدبخت تو بود حاتم تو داری دروغ میگی تو دروغگو هستی من دروغگو نیستم اون آقای گورخان که قاپ شما رو دزدیده آقای حاتم هم خودش هم پسرش یه جفت از اون گانگسترهای معروف هستن اون آقای محترم 15 سال از عمرش تو کنج زندون گذرونده آقازاده محترمشونم از چاقوکش های معروف این شهرن و 3 بارم سابقه زندان دارن بگیرین جناب آقای حاتم این شماره پرونده و سوابق داماد با شخصیتتون آچا یه مش دوست و راهزن چطور ما رو دست انداختن؟ خیلی زحمت کشیدین که بفهمی من کی هستم آره واقعا حیف زحمتتون بیعش بمونه کارگرها مثل شما آدم های باشرف نیستیم که حق مردم رو ضایع کنیم و به جای تشکر از زحمتشون بپرسیم 3 و 4 میشه چند ما مزدست آدم ها رو اونجور که باز بدیم میدیم خداحافظ آقای حاتم تایی
یقین داشته باش که من لباس کار چرب و روغنی خودمو به این جوالای اطلس و حریر ترجیح میدم. نه جانم، منم همونوی که این گفت. این سیبیلم بچسبون به اون سیبیلات. این کتم نه، این حیف، این کت مال خودمه. نه جانم، نه نه پونه، این کار درست نیست. آبرو ریزی، تو فکر حیثیت پدرتو نمی کنی؟ میخوایی توی تمام روزنامه ها و مجلات بنویسن، میخوایی بنویسن که دختر حاتم تایی برای ازدواج با یه جوون مکانیک فقیر از خونه پدرش فرار کرده، این درسته؟ نه پونه جون، نرو، خواهش میکنم پونه، نرو، تو رو خدا نرو، نرو، خواهش میکنم. نجون، چرا نمیخوری؟ سیرم ننه دیگه بابا، تو هم خواهدتو مثل برج زهرمار درست کردی، باخو دیگه. مجه انگار نه انگار یه همچین دختری تو این دستگاه به ما رسیده. گلش کن، الان چند روزه که از کار کاسبی افتادیم. درسته؟ درسته. نه اجا ما رو چه به این غلط ها؟ ما کجا و دختر آتم کجا؟ درسته؟ درسته. نه آخه ننه، دوستش دارم، شما نمیفهمی. دوست داشتن اون یه خیلیت. درسته؟ درسته مادر. آخه اگه حاتم بخواد دخترشو شوهر بده، کاسه میفرسته که قده هم بگیره. درسته؟ آره درسته، اما عشق این حرفا سرش نمیشه. آره بابا جلو جلو چی میخوای؟ اومدی اینجا چی کار؟ اومدم با تو زندگی کنم جلال. دیگه اینجا چه چیز سالم سراغ داری که اومدی خرابش کنی؟ یه قلب و یه زندگی آروم داشتیم که تو به هم ریختی و داغونش کردی. یه ننه افریج داشتیم و دلمون بهش خوش بود که یه لقمه نون با آسونی در میاریم و باش میخوریم، تو مریضش کردی. تو همه چیزو به هم زدی. دلمون خوش بود که سربلند زندگی میکنیم، تو باعث شدی که هر کس و ناکس ما رو دزد و دغل و حق باز بخونه. دیگه چی میخوای پونه خانم؟ چی میخوای؟ جلال اجازه بده پیش تو بمونم. من غیر از تو کسی رو ندارم. خواهش میکنم من از اینجا بیرون نکن. خواهش میکنم. چرا درست فکر نمیکنی پونه؟ آخه تو اینجا چطوری میتونی زندگی کنی؟ تو این دخمه، تو این روغن و کثافت، با این زندگی فقیرونه ما، آخه چجوری؟ چجوری؟ اوه، اگه تو منظورت اینه که اینجا تنگه، میتونیم از اینجا بریم، میتونیم یه جای بزرگتری بخریم. نگاه کن این صندوقچه پر جواهر. که این تو لابد فکر کردی که با اینا میتونی از من عشق بخری. همون، اما دیگه این یکیشو کور خوندی پونه خانم. چی داری میگی جلال؟ این جواهرات مال خودمه. اینا رو مادرم قبل از مرگش به این بخشیده. یزیرم کاری نمی کنم. تو که دیشب داد جوان مردی میدادی؟ آقای مهندس در حق بازی و شارلاتانی، از اون هیکلت شرم نمی کنی که این دختر احمق و مسموم و فریب بینی؟ اشتباه میکنی پدر، اشتباه میکنی. من به پای خودم اومدم اینجا، اون منو گول نزد، برعکس من اونو گول زد. بابا صلوات بفرستین، شیطون رو لعنت کنین. اون منو گول زد، من اونو گول زدم چه؟ درسته؟ این شارلاتان راشو بلده که چجوری جادو کنه. اون برای اینکه به ثروت من برسه از هیچ حق بازی و بیشرمی رو گردون نیست. گوش کنین آقای چیستم؟ حاتم. آقای حاتم، این وصله ها به پسر من نمیچسبه. این تهمت ها رو با اون نزنی، خدا نفرینت میکنه. اون یه آدم زحمت کشه. شنیده آیه حاتم؟ من بازوهای سالم خودم رو با تمام پول و ثروت دنیا عوض نمی کنم. داماد حاتم تایی شدنم برای من افتخار نیست. اگرم پونه رو دوست دارم، قد به خاطر خودشه، نه واس خاطر ثروت تو. این حقه ها دیگه کهنه شده. منم مادر ثروتمند پونه رو با همین شر و برایی که تو میگه گرفتم. اگه راستشو بخوای میدونم، واسه همینم هست که منم مثل خودت میدونی و نمیتونی حرفای منو بفهمی. بیش از این حوصله موندن تو این خرابه متعفن رو ندارم. یاد را بیا پدر. پدر تو نمیتونی منو به زور ببری. تو عقل تو از دست دادی دختر. تو نمیفهمی چی داری میگی، نمیفهمی چی کار داری میکنی. برعکس پدر، تازه عقل به سرم اومده. جلالو دوست دارم و هیچ علتی هم نداره باهاش زندگی نکنم. تو این طویله؟ تو این خوشتونی؟ چرا خوشتونی پدر؟
برای اینکه حالیای گرون قیمت توش نیست. تو نمیدونی از این اتاق ساده چه عطری از یک رنگی و صفا به مشام من میخوره. من این باغچه بیگل و گیاهو به اون باغ پرگل تزویر تو ترجیح میدم. اون دماغ سوخته میاد آدم درسه. دندوناتو تو شکمت بریزم گنده ی بیخاصیت. گفتی چه بد اخلاقه. اصلا نمیشه با اوش حرف بریم. نه پدر، مگه من تیکی تیکی کنی و نشم از اینجا بیرون ببری. تو خونه تو پدر پر از حق بازی و تزویره. نه پونه، هرچی باشه اون پدر توه. تو نباز باش اینجوری حرف بزنی. بالاخره یه روزی میفهمه که اشتباه میکنه. نه جلال، نه، محال من از پیش تو برم. پدرم ممکن نیست دست از خودخواهیش برداره. درست نپونه جون، من اشتباه میکردم. اون چه که لازم بفهمم فهمیدم. در مورد تو هم اشتباه میکردم آقا جلال، ازت معذرت میخوام. آخه من پدر هستم و همین یه دختر رو دارم. اگه ناچار بودم تا این حد نسبت به آینده ی دخترم نگران باشم، به من حق بدین. آخ پدر، پدر خوب من دیگه خجالت میکشم تو چشمای مهربونه تو نگاه کنم. گریه نکن دخترم، گریه نکن. آخه در مقابل آینده تو فقط من مسئول هستم. حالا که میبینم تو و جلال اینقدر همدیگه رو دوست دارین، چه بهتر از اینجا. منو ببخش پدر، به من بگو منو بخشیدی. راحت باش دخترم، راحت باش. الحمدلله که تونستیم بفهمین قل و قشی تو کار ما نیه. ایشالله ما هم به بزرگی خودتون میبخشی. منم میگم بهتره که گذشته رو فراموش کنیم. تو امتحان خودتو داد یا رو سفید در اومدی پسرم. ضمناً به هر دوی شما هم تبریک میگم. فقط جدن انتظار دارم که مواظب بددهنی مردم باشی و کاری نکنین که مخالف شئونات خانوادگی ما باشه. فراموش نکنیم. چشم پدر، چشم. ازت متشکرم. خب خدا حافظ جلال. خدا حافظ. پدر، جلال میتونه فردا بیاد خونه ما هم دیگر رو ببینی؟ آه البته که میتونه بیاد، ولی بهتره الان بریم چون من خیلی خستم. دختره یه رزل بلگار، تصور کردی به همین آسونیا میذارم زن اون ابله بی سر و پا بشی؟ خیال کردی میذارم به همین مفتی ها آبروی چندین ساله خونواده منو به باد بدی؟ جلال چه خوب این جماعت شده. میگفت به هیچیشون نباید اعتماد کرد. خفه شو. سرافاتون فریب و حق بازی. ببر نفستو تا زیر شلاخ سیاهت نکردم. تو میتونی زندانیم کنی، میتونی زیر شلاخ سیام کنی، میتونی استخونامو خورد کنی، اما بدون که دستت به روح و قلب من نمیرسه. صاحبش کسی دیگه است. نه تو دیگه پدر من نیستی. بیار حواس باز، انقدر اینجا نگرت میدارم که موهات رنگ دندونات بشه. این بلگرد پس فطرت تو این اتاق میمونه، فقط موقع قضا میه کلیدو از من میگیری. بله آلی جناب. حالا ببینم این پسره مکانیک متعفن چه غلطی میتونه بکنه. درستی، باید این حاتمو بدیم شهرداری زهرش بدم. دیشب وقتی این ناکس رفت گفتم چشم این نالوتی آب نمیخوره. باید یه کاری بکنی. هر طور شده باید یه فکری بکنی. میترسم پونه بلایی سر خودش بیاره. به جایی که یه اوزاری بگو بینم کجا قایم شده. تو باغ خودم، پشت ساختم، همون جایی که باغبون و نوکره و آشپز زندگی میکنم. ببینم میتونی بهش بگی امشب میای. خیلی خوب باشه، پس امشب میای. وای بشتب کن بابا، پام در گرفت. آخه بابام دوز بود، ننم دوز بود. یواش داد نزن خودتونم میدردیدم. چی کار کجا بریم آخه؟ وای صدا داره ببری. حالا با اتاقو پیدا کنیم. اتاق؟ جلن اخ اتاق میدونستم میاری. منم میدونستم، واسه همین بود که تا حالا انتظارتون رو میکشیدم. خب چی میگی دوست بی حیثیت؟ خودت بهتر میدونی که بی‌حیثیت چیه. اونیه که نامردونه زیر قولش میزنه. درسته؟ درسته. از اینجا میری بیرون بچه مکانیک بی سر و پا یا نه؟ نه، حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه. تو پوست تو پر از سرمه کردم وایسه سر جات. نامردم میگن و نمیکنن. وایسه با الا میزنم. منم میخوام بزنی اما تو مردش نیستی. نامرد دست خائن، میتونم با یه گوله ساکتت کنم. جلال خواهش میکنم، برو خواهش میکنم. بعدم اونو باید ساکت کنی. احمقا مگه مردین دستگیرشون کنین. دستگیر کنین.
باره پایین. دیگه میگه باره پایین دیگه. دیگه دیگه برو. جواب میدی؟ من حتی حاضرم به قدر کافی پول در اختیارت بذارم که از اینجا بری. ولی یه جهنم دره دیگه، یه شهر دیگه. چی میگی؟ جواب بده. دوست بیشرم. خواهید. عمو جان چی خبر؟ برو کنار. خواهش میکنم. برو کنار. برو کنار. گریه نکن مادر، گریه نکن، بالاخره ما هم خدایی داریم. اخ یواشتر مادر یواش. اینم به جای الهی بمیرم ننه. ببین چجور تنش رو سیاه کردم که الهی خدای عالم روزگارشون سیاه بکنه. اون روزگارش سیاه هست ننه. اینا خیال کردم، من فردا زمین و زمون رو بریزم به هم. خیال کردم درسته؟ سخت نگی بابا. چطور سخت نگیرم؟ مگه میشه؟ تمام حواسم متوجه این دختر است. بله قربان. قربان بفرمایید صبونتونو میل کنید. ناراحت نباشید. پونه خانم جاشون کاملا راحته. الانم صبونتشونو فرستادم. الو؟ جناب آقای حاتم؟ گوشی. بله. قربان صبحانه پونه خانمو براشون بردم. ولی ایشون نیستن. چی میگی مرد که یه احمق؟ از کجاست؟ گوش کن بیشعور، فوراً شراره رو بیارین اینجا. تو هم ماشین منو حاضر کن. نه 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 جون، نه تو بخور آخه. دختر من کجاست؟ پس با اون زندون و اون همه قراول و یساولت فرار کرد ها؟ تسلیت عرض میکنم قربان. گفتم دختر من کجاست؟ من چه میدونم کجاست، اما هرجی باشه خودش میاد اینجا. خونه ما اونقدر بزرگ نیست که کسی توش گم بشه. عالی جناب، ما آدم های بی سر و پا تو یکی دو تا اتاق بیشتر زندگی نمی کنیم. با یه نگاه میتونی همه جشو بگرد. بسیار خوب. خوب بگرد. گوش کن جلال، تو پیروز شدی. من به شکست خودم اقرار میکنم، اما تو این دختر معصوم بدبختو برای چی میخوای؟ غیر از اینه که اونو برای ثروت من میخوای؟ من اونو با تمام ثروتم یک جا از تو میخرم. به تو گفتم دخترت اینجا نیست، مگه نمیفهمی؟ چرا خود میفهمم. پس چی میخوای دیگه؟ میخوام با تو یه معامله بکنم. یا 3 میلیون تومان، همه موجودی حساب رو نوشتم. لابد اگه قبول نکنم خیلی آدم احمقی هستم. نه شما پولدارا همه چیز رو با پول اندازه میگیرید. ببینم جلال، تو اونو دوست داری؟ آره با همه قلبم دوستش دارم. دروغ میگی؟ ممکنه. پس بذار بهت بگم، تو نه تنها اونو دوست نداری، بلکه دشمن همه چیز اون هستی. دشمن جون اون، دشمن سلامتیش، دشمن سعادتش. تو فقط خودتو دوست داری نه اونو. بیا اینجا نگاه کن عاشق پاکباز. بیا نگاه کن. نه ترس، درست نگاه کن. این خونه ها رو میبینی؟ مسلمان دخترهای تو را زندگی میکنند. شاید یکی از اون دخترها روزی مثل پونه من بوده، اما مرد خودخواهی مثل تو با عشق خودش این بدبختی رو برای اون برمغار کنه. بس دیگه. نه بس نیست، تو اونو دوست نداری، تو عاشق خودت هستی. این منم که اونا دوست دارم، چون که برای خاطر خوشبختیش از همه ثروتم و 3 میلیون پولم چشم میپوشم. بازم ادعا میکنی که دوستش داری عاشق صادق؟ بس دیگه، بس کن.
شما ثروتمندا حتی محبت زن و شوهری رو جلوی سگ میندازین، عوضش به آدم پول میدین. مرده شوره اون پولتون رو ببره. نه اینطور نیست، پونه من به زندگی راحت و مجلل عادت کرده، اون بلد نیست دست به سیاه و سفید بزنه. اون هنوز نمیدونه غذا رو چه جوری میپزن. دستای اون برای رخشوری اینجور کارا ساخته نشده. تو رو بخونم جلال، رحم کن، گذشت و مردانگی داشته باش. نه برای خاطر من، برای سعادت دختر بیچاره ای که چشم بسته داره به چاه میفته. تو نمیفهمی که من چی میگم، چون تو هنوز پدر نشدی. من اونو با خون خودم بزرگ کردم، اون وصله جگر من. خوشبختی اونو فدای حوث خودت نکن جلال. خواهش میکنم جلال، انصاف و جوان مردی داشته باش. به عشقای این پدر بدبختی که زیر پای تو زانو زده رحم کن. خواهش میکنم جلال، خواهش میکنم، رحم کن. بده به من چه کن؟ جلال پولشو پس بده. برو موشه وایسا. بسیار خوب، برو. جلال من، جلال عزیز من، جلال نازنینم، دیدی اومدم پیشه، دیگه مال تو هستم، دیگه از پیش تو هیچ جا نمیرم. دیگه منو دعوا نکنی، یا منو که اینقدر دوست دارم بیرونم نکنی. یا من این اتاق ساده رو دوست دارم، باید یه خورده مرتبش کرد. آخه دیگه من زن این خونه هستم. اوه مادر مهربونم، مادر قشنگم، دیگه از حال به بعد حق نداری هیچ کاری بکنی، چون خودم خدمت تو رو میکنم. مادر تو هم گریه میکنی، پس تو هم خوشحالی که من اومدم پیش تو. متشکرم، متشکرم مادر. میبینی جلال، مادرت هم منو دوست داره، همونقدر که من تو رو دوست دارم. بذار یه خورده تو اون چشمای قشنگ تو نگاه کنم، بذار خودم تو اون چشما تماشا کنم. جلال به من نگاه نمیکنی؟ منو دوست نداری؟ خوشحال نیستی از اینکه اومدم پیشت؟ تو باید برگردی پیش پدرت، برگردی تو اون خونه مجللت. ها؟ نه، از این شوخی ها دوست ندارم. این شوخی ها مهره های پشتم رو میلرزونه. نه، تو شوخی میکنی جلال، تو هم من دوست داری. دیگه تموم شد پونه، من به چیزی که میخواستم برسم رسیدم. ببین، این یه چک 3,000,000 تومانیه با امضای پدرت. دیگه نوبت منه که هرچی دلم میخواد بخرم. آره، امضای پدرمه. اما نه، تو دروغ میگی، تو منو دوست داری، تو یه مرد واقعی هستی، تو منو به پول نمیفروشی. بگو دروغ میگی. دروغ میگم؟ نه دروغ نمیگم. فروختم، خیلی هم گرون فروختم، به قیمت جون یک انسان، به اون اندازه که قبلا نقشه کشیده بودم. از حالا به بعد منم مثل شماها پولدار هستم، میتونم تمام دنیا رو بخرم. پدرت مردونگی و انسانیت منو با این یه تیکه کاغذ خرید. خرید که شرافت خونوادگیش حفظ بشه. بعد از این منم میخوام خریدار باشم، نه فروشنده. خریدار عشق، خریدار محبت، خریدار شرافت، خریدار انسانیت، خریدار همه چیز. دیگه همه چیزو خودم میخرم. آره خودم، خودم میخرم. تو هم برو پی کارت، من به اون چه که آرزو میکردم رسیدم. بیشارم پس آبروی پدر مرحوم تو بردی جلال، تو دزدی، تو رذلی، تو پستی جلال. آره مادر، آره، تو هم اینطور فکر کن. یا آقای حاتم گورتو گم کن. آره شاید برو گم شد جلال، دیگه نمیخوام ببینم. تو هم شرف و مردونگی تا موقعی بود که چشمت به پول نیفته. دیگه وایسادی برای چی؟ خواستم از تو تشکر کنم، از فداکاری که در حق دخترم کردی. صبر کن، این کسافت رو هم با خودت ببر بیرون. به
بر که اگه یه دفعه دیگه شرفتون به خطر افتاد پول داشته باشین که نجاتش بدین. آقای حاتم تایی، این اسم و رسم عوضی رو من رو خودتون بردارین، خیلی بهتره. پسرم، پسر خوبم، پسر نازنینم. برو به امون خدا. واقعا که این اسم برازنده توی حاتم تایی توی، نه من. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ پونه یکشم. خدا حافظ. سر جوون مادر. مادر پاهات آه. پاهات خوب شد آه. خوب شده پاهات مادر. خدای من، خدا مادر، معجزه عشق رو نگاه کن، معجزه انسونیت رو نگاه کن. بعد از 16 سال من رو پاهای خودم باشدم. خونه من قدا وسیلی عالی چند ما آدم های بیسر و کار تو یکی دو اتاق بیشتر زندگی نمی کنی. با یه نگاه میتونی همه چشو بگرد. خونه جلال عزیزم، جلال نازنینم، دیدی حال شما نمیشه. خونه تو باید برگردی پیش پدره، باید برگردی. این پول رو خیلی کسی فاقه بازه، پولت نزده باشه. من و پدرت با هم معامله کردم. جلال بخ گذشت رو مردانگی نشون بده. میخوام با تو یه معامله بده. سمیم دو تومن شاگرم شدیم. خیلی خوشحالم برم بزن که شیرم حلاله نمی کنه. با تو هم شرم مرمونگی که همون وقت رو که چه کنه پول نگه کنه. آتا ببین چقدر تنها بودی. با تو هفته آتا دیگه این دادی اینجا چه کنی؟ دیگه تو این خونه چی تو را دانی که بفرستی گورت دو تمام عمر تو پول جمع کردی. پول 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 آتا چی میخوای از جون این دختر؟ آزادش کن، بگذار بره به یه سرنوشت خودش، بگذار کسی را که دوست داره بهش برسه. آدم این خوی حیوانی تو ترک کن، کافی نیست که همه ما رو زنده زنده فرستادی و دنیا زنده که بودن بیان کردی. زنده رو به تو میدم، یه خنجر تیز با قلب نرم تو. بگیر کاشتی یعنی چی؟ من نمیخواستم اونو بکشم، نمیخواستم. دخترم کاشتی هم باید چدی؟ دخترم، دختر عزیزم، بلند شو. اما من زندش میکنم، من میتونم اونو زندش کنم. یه عشق پاک و بیالایشو هیچکی نمیتونه بکشه، حتی با خنجر تیز تو هاتم. من میتونم اونو زندش کنم. خواهش میکنم زندش کنم. خواهش میکنم. غلط کردم، غلط کردم، اشتباه کردم. خواهش میکنم، خواهش میکنم دخترمو زندش کنم. انتماس میکنم.
خواهش میکنم دخترمو پس دخترمو به پس بده تنها و بیگ آرزمو به برگردون. جناب حاتم چه اتفاقی افتاده؟ چرا ناراحت شدیم؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بلنشین یعنی چی؟ معنیش چی بود؟ من حاضرم پدر، هر چی بگین انجام میدم. نه نه تو تو موفق شدی دخترم، موفق شدی. برای من دیگه چه فرقی داره وقتی که جلالم منو بفروشه، چه بمیرم چه برای خاطر تو به کسی که میخوای شوهر کن. جلال، تو باید زن جلال بشی عزیزم. افسوس، تو اشتباه میکنی پونه جان، اشتباه میکنی. اون تو رو نمیفروشه، اون تو رو دوست داره. اون بزرگترین مردیه که من تا به حال دیدم. آره، اگه حاتم تایی هم وجود داشته باشه، جلاله. دخترم نگاه کن، این سند بزرگواری جلاله. نگاه کن دخترم. ها؟ خدایا چی میبینم؟ آخ پدر، آخ جلال، جلال من. خدایا شکر، هزار بار شکر. خب مادر، خدا رو شکر که سالم شدی و دیگه میتونی رو پای خودت وایسی. خدا رو سر هزار مرتبه شکر که میتونی راه بری و همه چی واسه خودت بخری و همه چیزم برای خودت بپزی. عملی هم اینجا کمکت میکنه. میدونی مادر، آخه من یه خورده واسم سخت اینجا بمونم، باز حتما برم یه گوشه‌ای. واسه یکی دو ماه هم که شده باشه، نمیدونم چجوری بگم. ننه آره پسرم میفهمم، من تو زبون هم دیگر خوب میفهم. بیچاره دختره، برو عزیزم، برو پسرم، برو، خدا همیشه یارت باشه. اما بدونم کجا میری ننه. کجا میرم؟ خودم هم نمیدونم ننه. یه گوشه زیر این آسمون خودم میرم، یه جایی که بتونم باهاش خود تن و حرف بزنم. دلم خیلی پره ننه. خداحافظ، خداحافظ احمد آقا. جون تو و جون این مادر ما. خیلی مواظبش باش احمد آقا، باش خوب شده، جایرم بلد نی، ممکنه گم بشه. خب ننه، خداحافظ. خداحافظ. خیلی خداحافظ. الهی با امیده تو. ای خدا، تو رو قسم به عزیزترین موجوداتت، معصومترین فرشته درگاه تو بفرست تا به زخم قلب این دو عاشق مرهمی بذاره. خدای آسمون و زمین، ای خدای بزرگ، یه بار دیگه به خاطر عشقای ساده یه مادر به من رحم، به خاطر جوان مردی و گذشت و بزرگواری پسرم، پسری که داره از قلبم جدا میشه. جلال چرا واسه این جلال داره میره؟ بیماره باید داره رفته بگیره. یا این کجا برم لنه خبر کنم؟ وای خریدم. جلال،
علیکم. بفرما جلو. یه گوشه ای تو این شهر ما رو برسون. چشم، اما خیلی گرفته یا جلو. آره ما کار دیگه هم داریم. تو رسیدی آخ جلال، منتاش خودت خبر نهیری. این ماهیم که حالا 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 ها باست بریم.